چند وقت پیش یه دونه فیلم ساختیم که توش حال یه دونه کلاهبردار گرفته میشه، حال یه دونه هکر گرفته میشه. امروز با یه پارت جدید برگشتیم. قرار حال یه دونه کلاهبردار گرفته شه. ولی قبل از اینکه فیلم شروع شه، حتما لایک کن فیلمو اگه جدید هستید، سابسکرایب کن که فیلم‌ها جدید از دست ندید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. ممنون که با پشتیبانی تماس گرفتین. چطور میتونم کمکتون کنم؟ پشمام، این وبکم طرفه. یعنی از اول میدونسته طرف چه شکلی. لحظه اجازه بدین. این شماره کیف پول آمازون شماست؟ این شماره کارت اعتباریه که به اکانت آمازونتون وصله؟ این شایعات که الان دیدین یه کلاهبرداری خیلی ساده ولی هوشمندانه از طریق آمازون انجام میده. مسئول این عملیات کدارنات جی هست. چه دقیقم رفته اسم و فامیل و عکس و همه چیزشو در آورده. بعدن توضیح میدم که چطور تمام اطلاعات شخصیش رو به دست آوردم. اول بریم سراغ شیوه کلاهبرداری. همونطور که گفتم این کلاهبرداری خیلی ساده و ابتداییه. ولی اینطور که من فهمیدم نرخ موفقیت این کلاهبرداری خیلی از روش‌های دیگه بیشتره. کلاهبردار اول یه ایمیل میفرسته که میتونید توی صفحه ببینیدش. کسایی که توی ایران زندگی میکنید این ایمیل ها رو نمیگیرید، ولی خب منی که توی اروپا زندگی میکنم، توی آلمان زندگی میکنم، میدونم که این ایمیل بهش بخوره مستقیم از خود آمازون باشه. بذار ببینیم چی میشه. کلاهبردار اول یه ایمیل میفرسته که میتونید توی صفحه ببینیدش. این ایمیل به شخص میگه که یه چیزی سفارش داده. و اگه این سفارش اونا نیست که مشخصاً نیست، باید با تیم ارجاع هزینه سایت آمازون تماس بگیرن و یه شماره هم بهشون میده. و زمانی که با شماره تماس بگیرید به مرکز پاسخگوی تلفنی در هند وصل میشید، جایی که افرادی مثل کدرنا تلفن رو جواب میدن و اینطوری عمل میکنن. الان یه سوال واسم پیش اومد. اون شماره که بود الان نمیدونم مال کدوم کشور بود، ولی به احتمال خیلی زیاد این مدلیه که کدش مال آمریکا است ولی به هند وصل میشه. 100% باید اینجوری باشه. یعنی پیش شماره هندو نمیتونن بذارن روش. کلا آمازون یه شرکتیه که بیشترین اهمیت مشتریاش میده. یعنی شما هم الان این هدفون که تا گرفتم 6 ماه 7 ماه دیگه خراب بشه بهشون ایمیل بدم، احتمالش خیلی زیاده یه نوشو واسم بفرستن. فکر کن یه لپتاپ 5000 یوروی سفارش میدم، گم میشه، پولشو بهم برمیگردونه. به خاطر همین هر مشکلی که پیش بیاد پولتون رو پس بگیری. همینجوری که گفت خیلی ها فکر میکنن چه اشتباه سفارش دادن، میخوان پولشون پس بگیرن، سرشون کلاه میره. ولی اصلا ببینم چون میخواد کلاهبرداری کنه. لطفاً دقت کنین خانم، ما اول میخوایم که مراحل تایید هویتتون رو انجام بدیم. برای همین هم واسهتون یه کد تایید میفرستیم به شماره همراهتون. لطفاً اون کد تایید رو برام بخونید. خیلی خب، یه لحظه اجازه بدین من الان براتون میفرستم. چیز خاصی نیست، فقط برای تایید هویت شماست که مطمئن بشیم شما صاحب این اکانت هستین. کاری که کلاهبردار میکنه اینه که تظاهر میکنه داره کد تایید هویت از طرف آمازون میفرسته، در حالی که پیام واقعا از طرف آمازون نیست و برای ریسیت کردن پسورده. علاشی، واقعا حرفه‌ایه. پشما. خیلی خوب خانم، میشه لطفا به من بگین که آخرین خریدی که از آمازون کردین چی بوده؟ وقتی کلاهبردار وارد اکانت شد و پسورد رو عوض کرد، شروع به جستجو کردن اکانت میکنه و دنبال یه کارت اعتباری متصل به اکانت میگرده تا بتونه باهاش برای خودش کارت هدیه بخره. خیلی خوب، پس صرفا جهت تایید هویت شما من یه سری از خریدهایی که قبلا کردین رو بهتون میگم که ببینین درسته یا نه. آخرین سفارش شما یه جور گن ورزشیه، درسته؟ چه حرفه‌ای پسر، پشما. اولش که نشستم پایین گفتم اوکی این یه چیز معمولیه که فقط باهاش میتونم پیرمرد پیرزنوار گول بزنم، ولی اینکه دارم میبینم تلاشی. قبلش هم یه مجسمه کریستال به شکل فیل، درسته؟ خوشبختانه این قربانی هیچ کارت اعتباری متصل به اکانتی نداشت. وقتی اینجوری میشه کلاهبردار شروع به عوض کردن اطلاعات اکانت آمازون شخص میکنه تا به نظر بیاد که یه نفر اکانت رو هک کرده و سعی میکنه قربانی رو متقاعد کنه تا با نصب برنامه تیم ویور اجازه دسترسی به گوشی موبایل یا کامپیوترش رو بده. خیلی خب، 4 رقم آخر کارتی که الان به اکانتتون وصله 8287، درسته؟ اینجوری که متوجه شدم مسترکارد یا ویزا کارت طرف وصل باشه به اکانتش، خیلی ایزی میتونه ازش گیف کارت بخره، ولی حساب بانکی بهش وصله. اوه دخنشت نوشته ویزا دخنشت آلمانی شده. نوشته یه جایی توی دیتون اوهایو، درسته؟ ما میتونیم از اینجا کنسلش کنیم. اجازه بدین امتحان کنم. اصلا هم چیزی نیست. من زنگ زدم چند بار به آمازون، چون که بسته به مشکل خورد. شاید خیلیا بستهشون به مشکل نمیخوره. وقتی که زنگ میزنی میگی فلانی هستم، فلان جا زندگی میکنم، نسبت به اونه که مشخص بشه واقعا شما همون شخص هستید یا نه. میگی فلان آیتم هم نرسیده، میگه اوکی. پولیش تا چند روز دیگه میاد به حساب. یا میتونی بگی فلان چی مثلا من سفارش ندادم، بازم هیچ مشکلی واسه تو به وجود نمیاد. یا حتی اگه یه بسته اشتباهی اومده باشه جلو در خونتون، ایزی میتونی پسش بفرستی. فکر می‌کنم یه فکت جالب باشه واسه خیلیا که نمی‌دونن آمازون چجوری کار میکنه. هر چیزی که بخرید یک ماه میتونید تستش کنید، اگه خوشتون نیامد پس بفرستید. البته اگه آمازون پرایم باشه. آمازون پرایم یعنی بسته رو خود آمازون بسته‌بندی میکنه و میفرسته. خیلی خوب. خانم میشه یه کاری بکنین؟ شما از اون طرف میشه وارد اکانت آمازونتون بشین؟ خب الان گوشی دستتونه جلوی کامپیوترین. من ازتون میخوام که خب اولین کاری که باید بکنین گوشیتون آیفون یا اندروید؟ پس آیفونه. لطف کنین تشریف ببرین تو اپ استور، همون جایی که اپلیکیشناتونو دانلود میکنین. خب حالا باید یه اپلیکیشنی به اسم تیم ویور رو سرچ کنین. خب این اپلیکیشن رو دانلود کنین و نصب کنین. خانم ما به وسیله این نرم افزار میخوایم وصلتون کنیم به سرور امن آمازون. تا
تا بفهمیم الان باید چیکار کنیم که این مشکل حل بشه. تا حدی هم درست حد زدم که بیشتر پیرمرد پیرزنا رو میتونن گول بزنن. آدم جوون هیچ وقت گول نمیخورن. حتی شو آدم بخوره نمیدونم. میخوایم سفارش رو از سمت شما کنسل کنیم چون از طرف ما نمیشه. این کلاهبرداری خیلی موفقه چون با هک کردن اکانت آمازون قربانی از یه راه باورپذیر مهندسی اجتماعی کلاهبردار تمام اطلاعات قربانی رو به دست میاره. اون تظاهر میکنه که این اطلاعات از پایگاه داده های آمازون به دست اومده و برای همین قربانی به این افراد اعتماد میکنه. خوشبختانه کریستینا انقدر باهوش بود که گول این کلاهبرداری رو نخوره، ولی با این حال کلاهبردارها وارد اکانت آمازون شدن. من متوجه شدم که اونا میخواستن ازتون کلاهبرداری کنن و خواستن بدونید که پسوردتون رو عوض کردن، پس بهتره در اسرع وقت دوباره عوضش کنید. پسورد چی رو عوض کردن؟ پسورد اکانت آمازونتون رو. اونا گفتن که یه کد تایید براتون میفرستن، ولی برای عوض کردن پسوردتون بوده. خیلی سرم میذارم چجوری شکار میکنه اینا رو. پشما رسپکت. اونا براتون کد تایید هویت نفرستادن، اون کد برای عوض کردن پسوردتون بوده. خب ولی کارت بانکی به اکانت بس نیست. اونا میخواستن یه چیزی سفارش بدن، ولی نوشته که هیچ کارتی به اکانت بس نیست. اگه کارت بانکی به اکانت متصل بود احتمالاً از اکانتتون سفارش میدادن. من کارتم از اکانتم حذف کردم. ولی اونجا نشو ویزا کارت، من متوجه نشدم داستان چیه. آفرین، کار درستی کردین. پس حالا که پسوردمو عوض کردم مشکلی نیست؟ بذارین چک کنم، فکر نکنم دیگه توی اکانتتون باشه. من زیر نظر میگیرمش و اگه به اکانتتون بس شد باهاتون تماس میگیرم. باشه، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین، خداحافظ. خیلی خوب، حالا بیایید یکم بیشتر درباره هویت این کلاهبردار رو تحقیق کنیم. من یه مقدار توی سیستمش رو جستجو کردم و یه سری فایل جالب پیدا کردم. چجوری میتونه وقتی طرف پای سیستمه بره تو سیستمشو بگرده؟ طرف حرفه‌ای، خود این پسر حرفه‌ای. فکر می‌کنم شغلشه که اینا رو پیدا کنه، هکرها رو معرفی کنه به دولت هر کشوری که هستن که دولت بره دستگیرشون کنه. همه چیزایی که توی تصویر میبینید فایل های کلاهبرداری هستن. اول از همه دوتا فایل متن داریم که هر دو روش کلاهبرداری هستن. سمت چپی برای کلاهبرداری با آمازونه. اگه میخواین بخونیدش باید ویدیو رو متوقف کنید و سمت راستی روش کلاهبرداری با پشتیبانی اپله. بازم اگه میخواین بخونیدش ویدیو رو متوقف کنید. حسش نیست ولی کلاهبرداریه. ولی آخری جالب نیستن. وسطی اسکرین شات دسکتاپ یه قربانیه. میبینید قربانی به کلاهبردار 1000 دلار پول داره. اینا هم فایل های صوتی از تماس های تلفنی هستش که هر کدوم یه ساعت یا حتی بیشتر هستن. توی فایل های صوتی چیز خاص و جالبی نیست. صدای ضبط شده اوناست که سعی میکنن کلاهبرداری کنن و موفق هم نیستن. جالب بود که فایل 2 ساعت بود. 2 ساعت میخواسته مخترف رو بزنه. نهایتا تونستم به درایو گوگلش دسترسی پیدا کنم که یه مشت عکس به درد نخور داخلشون بود. البته به جز 2 تا عکس که خیلی به درد من خوردن، عکس ها مربوط به کارت آدار بود. کارت آدار همون کارت ملی توی هندوستانه. عکس پشت و روی کارت وجود داره که اسم و شماره ملی یا همون شماره آدار و آدرس کلاهبردار رو نشونمون میده. همچنین داخل ایمیلش دستور برگردوندن لپتاپ دانشگاه پیدا کردم که شماره تلفن و ایمیلش رو بهم داد. از بدبختی رفته کلاهبرداری، ولی بدبختی دلیل خوبی نیست که بری سر آدمو دیگر کلاه بذاری. بهش خور بدبخت باشی دیگه. اصلا لپتاپ دانشگاه رو پس نده. من می‌خواستم بدونم کلاهبردارا اهل کجا هستن. معمولا توی هند و توی شهر کلکته هستن. ولی وقتی آدرس آی پی سیستمش رو چک کردم، میتونیم ببینیم که کلاهبردار توی هاریانا. برای درک بهتر تصمیم گرفتم از طریق جی پی اس پیداشون کنم. از یه پراکسی معکوس روی شبکه اینترنت کلاهبردارا استفاده کردم که بهمون محلی در شماره دهلی رو نشون میده که با منطقه گوریام در هاریانا 50 کیلومتر فاصله داره. چون کلاهبردار از لپتاپ استفاده کرده، تونستم تمام نقاط اتصال به وای فای در اطرافش رو پیدا کنم. اولیش بسات چقدر حرفه‌ایه. رسپکت. خیلی قرار دلمون خنک بشه. نه تنها تونستم محل کلاهبردار رو از نقاط اتصالش به وای فای پیدا کنم، بلکه حتی تنظیمات اینترنتی که استفاده می‌کرده رو هم پیدا کردم. نکته جالب اینه که اسم شبکه اینترنتی اسم و فامیل کامل رئیس عملیات کلاهبرداری بوده، کدارنات جی. از روی اسم و شهری که توی زندگی میکنه توی فیسبوک دنبالش گشتم و فقط یه نفر با این مشخصات بود. قیافش با عکس وبکمش همخونی داشت. چرا قیافشون نشون نمیده؟ کلاهبردارن دیگه، نشون بده. خب حالا بریم ببینیم کدارنات وقتی عکس وبکم خودش رو توی ماشین مجازی من ببینه چه فکری میکنه. خب حالا چند هفته گذشته و کلاهبردارا توی دهلی هستن و پلیس در حال دستگیری کلاهبرداران اینترنتیه. این گروه به کلاهبرداری با تبلیغات مایکروسافت رو آوردن. من چند روزیه که مرکز پاسخگوی تلفنی رو زیر نظر دارم، ولی خبری از کدارنات نیست. پس تصمیم گرفتم حال این یارو رو بگیرم. شما در ابتدای ویدیو دیدینش. اون یکی از اعضای کلاهبرداریه. میخوام عکس خودش رو نشونش بدم. و همچنین اینجا یه برنامه ساده دارم. شبیه به اونیه که قبلا استفاده کردم. اینا اطلاعات خصوصیشه. اون فیسبوکش رو باز کرد و منم یه مقدار از اطلاعات شخصیش رو برداشتم. پس میخوام با عکس و اطلاعات شخصیش بترسونمش.
درسته که گدارنات نیست ولی امیدوارم لذت ببرین. DFO0 صدای گذاشتن روشی DFO0 بکنم پیر مرد یاد داره ادای پیر مرد داره در میاره. بعض وقتا خود طرف که الان داره فیلم میسازه سعی میکنه با اون هکر صحبت کنه، الان نمیدونم مشتریه که داره صداشو گوش میکنه که پیر مردم هست یا خود طرف داره ادای پیر مرد داره در میاره. چه اسم کاملتون بفرمایید؟ اسمم جیمز بویلر BOILER. خیلی خوب، من همه چیزو چک کردم، به نظر میاد که به شبکه اینترنتتون نفوذ کردن، یعنی که سعی کردن به سیستمتون نفوذ کنن. خیلی خوب، اولین چیزی که ازتون میخوام انجام بدین اینه که همه وسایل دیگر رو خاموش کنین غیر از این کامپیوتر. What the fuck؟ چون در صورت نفوذ هشدار امنیتی میده و لازم نیست خاموشش کنین. خب از شواهد اینجور پیداست که هکرها دائما سعی میکنن به ابزارها و سیستمتون نفوذ کنن. پس کاری که من میکنم اینه که پله پله بهتون میگم که چطور یکی از نرم افزارهای امنیتی مایکروسافت رو نصب کنید تا بتونیم بفهمیم به کجا حمله میکنن و بتونیم جلوشون رو بگیریم. باشه؟ باشه، مشکلی نیست. میشه املاشو برام بگین؟ الان روی صفحه چی نوشته؟ آره، iExplorer.ultraviewer.net. جالبه که خیلی بهتر بگم بعضیا تو دامینا میفتن. آره، یه کادر سبز هست که نوشته دانلود. خیلی خوب، اول روی اون کادر سبز رنگ که نوشته دانلود کلیک کنین و بعدش میتونین زیر صفحتون سه تا گزینه ببینین. اولیش ران، دومیش سیو، سومیش کنسل. میتونید گزینه ها رو ببینین. بعدش باید روی همه گزینه های مثبت کلیک کنین. داره از روی صفحهش میخونه، یعنی که دستش بوده و دقیق داره میخونه که چی بگی بهش. یعنی باید روی این گزینه ها کلیک کنیم. به ترتیب yes, allow, next, آره. install, finish. منظورمو میفهمین؟ آره آره، باشه. خیلی خوب، اول بگین که الان روی صفحتون چه گزینه هایی دارین؟ ID و پسوردتون. خب حالا شما باید اینو به من بگین تا من IPتون رو وصل کنم به شبکه امن مایکروسافت و بعدش دیگه هکرها نمیتونن هیچ کاری با سیستمتون یا وسایلتون بکنن. حالا مایکروسافت کمند رو برای شما الان این که داره طرف میبینه و داره نشونش میده صفحه خود این کسی که فیلمو ساخته. اینجا هم گفت که دیگه مشخصاتش و همه اینا رو اینجا گذاشته. حالا مایکروسافت کمند رو برای شما ارسال کرده. وقتی که دریافت کنین به من بگین که چه کمندایی روی صفحتون می‌بینی؟ نوشته تاسک منیجر. خیلی خوب. میشه به من بگین که چه چیزایی هست توی تاسک منیجر؟ اولترا ویور، ویندوز اکسپلورر. خیلی خوب. چیز دیگه نیست؟ میتونین مایکروسافت ایج یا گوگل کروم رو ببینین؟ شرطی بندم کلی هم خوشحال شده. تو یه مرحله خوب بردمش. اجورم دلم براشون می‌سوزه، نمی‌دونم چرا. عوضی ان حقشون هست ولی بازم از بدبختی شده. الان نامه. آره، میتونم تمام برنامه هم رو ببینم. ای ایجی، چه خبرها داداش؟ میشه چند تا سوال منو جواب بدی؟ خوب بود. سوالم جواب میدی یا نه؟ یالا با من رو راست باش داداش. من همه چیزو درباره تو میدونم، میدونم کارت چیه، همه گروهتون رو میشناسم، حتی اونی که کنارت نشسته رو میشناسم. فقط چند تا سوال جواب بده. الانم میتونم ببینمت. فقط چند تا سوال رو جواب بده. میدونم صدامو میشنوی. داداش فقط چند تا سوال رو جواب بده. ای جی، بی خیال بابا. چطورش براش؟ چت رو در میاری؟ گوش کن داداش. تلفن رو قطع کرد. این یارو رو ببین با این قیافش. بذار یه فایل متن باز کنم. ای جی، تماسم رو جواب بده. فقط یه سری سوال دارم برای کانال یوتیوبم. دستشو گرفت جلوی دوربین. همونطور که دیدید در این لحظه کلاهبردار از جاش پرید و از جلوی سیستم فرار کرد. بازشون چیه؟ من نمیدونم کل مدت داشته ازشون فیلم میگرفته. بعد جالبه که طرف کلاهبرداره، یه دونه چسب نزد رو وبکمش. من با یه برنامه کنترل از راه دور سیستمش رو قفل کردم و سعی کردم باهاش حرف بزنم. ولی اون برنگشت و نمیخواست حرف بزنه. ولی تمام مرکز پاسخگویی تلفنی اومدن پای سیستم که ببینن چی شده. ای جی، ای جی، ای جی، میدونم که صدامو میشنوی. ای جی. فرار نکن داداش، من میتونم ببینمت. برگرد با هم حرف بزنی. چرا فرار میکنی؟ تو که نمیتونی از دست من فرار کنی. بیا حرف بزنیم داداش. چه خبره داداش؟ بی خیال بابا، دست تو از روی دوربین بردار. من میذارمتون توی کانال یوتیوب و امیدوارم از ویدیوش لذت ببرید. ای جی، من میدونم تو کلاه برداری، به کامپیوتر دسترسی دارم، فقط میخوام چند تا سوال بپرسم. هم حرف بزن. بیا با هم حرف بزنیم داداش، فرار نکن.
فکر کنم درس خوبی براشون بوده. حسابی ترسیده بودن. همشون جمع شده بودن دور کامپیوتر. واقعا چقدر آدمای ترسویی بودن. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. منم امیدوارم لذت برده باشید. لایک کنید اگه خوشتون اومد. واسه پارت بعدی حتما کامنت بذارید. 3000 تا کامنت واسه پارت بعدی خیلی زیاده این فیلما. اگه جدید هستید حتما سابسکرایب کنید که فیلما جدید از دست ندید. به من خیلی کمک میکنه. همین دیگه. فعلا خدافظ.